الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در برنامه دیگر از برنامه های کتابخانه کلمه در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته پیرامون آیات 124 سوره بقره و 55 مائده و 59 نساء صحبت کردیم و به اضافه آیه 33 سوره احزاب که آن را آیه تطهیر می‌نامند. عرض کردیم که از این آیات هیچ دلیلی نمیشه گرفت به عنوان اینکه امامت اصلی است از اصول دین. بعدن اگر امامت اصلی از اصول دین باشد و حضرت علی تعیین شده باشد برای اشغال این منصب، چرا حضرت علی استنکاف کند؟ سوال اینجاست. حالا آیات دیگه هم ما انشالله بهش استدلال می‌کنیم. آیات سوره توبه و آیات عرشبت که برادران بدان استدلال می کنند برای این که امامت، این از این آیات برداشت می شود که دال بر امامت هست، خواهیم گفت. اما سؤال اینجاست، اگر امامت منصب الهی باشد و حضرت علی هم مد نظر خداوند قرار گرفته باشد، چرا حضرت علی نپذیرفت؟ این یک. چرا حضرت رسول علناً و به طور خیلی صریح حضرت علی را معرفی نکرد به عنوان جانشین؟ چرا ایشون را آماده نکردن برای جانشین؟ شما هر نائبی و هر جانشینی، بالاخره هر کس امروزه برای یک کار ساده دنیوی مربی دارد و آن مربی آن را آماده می کند برای آینده. مربی حضرت علی رسول الله بوده صلی الله علیه وسلم. آیا حضرت علی را آماده کرده برای اشغال این منصب؟ سؤال اینجاست، چه وقت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم علیه حضرت علی را به منبر فرستاد؟ چه وقت او را به عنوان جانشین خود معرفی کرد؟ در چه روایتی حضرت علی نماز جماعت در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم برپا کرد و علی پیش نماز شد تا مردم ذهنیتی داشته باشند که آقا کم کم جانشین یا مرد دوم یا نفر دوم بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کیه؟ علیه، در حالی که چنین چیزی نبود. خیلی خوب، بعد بیاییم بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی میبینیم که اصلا توجهی نکردن به این موضوع. دوستان میفرمایند خیر، کودتاچیان از اول نقشه میریختن که بعد حکومت را خود تصرف کنن. سوال اینجاست، این حکومت چه در برداشت؟ آیا طلا و نقره به آنها داد؟ مال و مقام و منصب به آنها داد؟ قصرهای خیلی بزرگ و خیلی زینتی به آنها داد که اینها براش کودتا کنند؟ لوله های نفت باز بود، حرم سرا داشتند، عرشبت که فرزندانشان وصیت کردند که بعد از خودشان خلیفه بشوند و امیر بشوند. آخه چه لذتی برای اینها داشت که کودتا کنن؟ یعنی ابوبکر صدیق 23 سال دنبال پیامبر میشینه، تمام زحمات متحمل میشه برای حکومت، برای خلافت کردن 2 سال، اون هم با چه مشقتی اون 2 سال سپری شد در سخت ترین وقت. چه عقلی این را میپسندن؟ آیا این خنده آور نیست؟ این میشه یک لطیفه، یک جوک میشه که ما بیاییم 23 سال زحمت بکشیم بعد هم یک دولتی تحویل ما بدهند برای اولین بار که هیچ خبره‌ای و هیچ سابقه‌ای نداریم برای نگهداری و گردوندن این دولت، دوچار بشویم با از اون طرف گرفتاری‌های امپراتوری فارس و روم، از این طرف هم گرفتاری‌های داخلی، مردم مرتد میشن، از دین برمیگردن، خطر از بین رفتن اسلام هست. مگر دیوونه بودن اینها بیان خود را به این مخاطره بندازن؟ آخه کسی کودتا میکنه که نفع مادی برای او در بر داشته باشد؟ در طول زندگانی خلفای راشدین از ابوبکر گرفته تا حضرت علی، چه نفع مادی برای اینها داشت؟ میبینید که نداشت. پس در نتیجه فکر یا زمزمه کردن این که کودتا باشد از ذهن ما باید پاک بشود. این یک مسئله. بعدن ما میبینیم که اینها جز دردسر چیز دیگه نداشتند، متحمل دردسر و مشقات شدند. آخر در زمان اینها سرزمین های دنیا فتح شد،
اینها مشغول فتوحات اسلامی بودند. اون نقشه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان حیاتش قبل از رحلتش نقش ریخته بود، اینها داشتن پیاده می‌کردند. پس اینها در حقیقت در امتداد خطه و نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش می‌رفتند، پس ضرری به اسلام نزدند در حقیقت. برای همینم حضرت علی همکار و مشاور همیشگی اینها بود. پس در اینجا لطمه‌ای به کار که نیامد، هیچی برای اسلام هم چی پیش برد اهداف اسلامی در بر داشت، پس مورد نبود که دیگه علی جانشین بشود یا کسی دیگر. دو، مسئله جانشینی مگر اختیاری است؟ شما میگید که از طرف خدا بوده، اختیاری نبوده. حتی ائمه دیگر هم خداوند به رسولش گفته که 1، 2، 3، 4 اینطور باشند و بعد از اون. خب چرا استنکاف این خلفا؟ اولا حضرت علی 25 سال خودداری کرد، بعد بقیه ائمه 12 هیچ کدوم نمی‌بینیم کسی به امامت رسیده جز حضرت حسن، اون هم 6 ماه، بعدم دو دستی خلافت را داد به معاویه. حالا شما میگید صلح تحمیلی، خب بالاخره صلح شد یا نشد؟ جلوی خونریزی شد نشد؟ اون عهدنامه، اون صلحنامه حضرت حسن مراجعه کنید. موضوع دیگری در این رابطه، ما میبینیم که در روز اول حضرت علی نیامد که این کودتاچیان را کنار بزند. شما میگید که بله مشغول کفن و دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. آقا کفن و دفن پیامبر مهمتر است؟ غسل پیامبر مهمتر است یا سرنوشت امت اسلامی؟ برای غسل کسان دیگه صف کشیده بودند که حضرت را غسل بدن، ولی برای سقیفه بنی ساعده اونجا داره کودتا میشه، باز حضرت علی میرفت و اونجا جلو میگرفت، یا لااقل نماینده ای از خودش میفرستاد ببینم اونجا در سقیفه بنی ساعده چه میگذرد، یا این که نماینده ای برای خود اینجا بگذار شما رسول الله را غسل بدید به نمایندگی از ما میریم اونجا تکلیف امت اسلامی ببینم چی میشه. خو انجام نشد. پس دال بر این نبود که حضرت علی هم خود در خود بفهمد که نائب یا نائب رسول الله هست یا خلیفه من عند الله هست. می توانست نائب برای خود بفرستد، در حالی که شما معتقدید که جسد مبارک رسول الله 3 روز گذاشته بود و مردم می بودن نماز می خوندن. پس این می شد به تعویق انداخت. اما کار مهمتری که در سقیفه بنی ساعده داره انجام می گیره و مردم اونجا گرفتار دارن کودتا می کنن به تعبیر شما و سرنوشت یک ملتی در اونجا ورق داره می خوره، شما امر مهم را رها میکنید به یک امری که کفایی است. اگر شما شرکت نکرده بودید هم کسانی دیگه بودند که این کار را انجام بدهند. پس میبینیم که تمام این ادله و این جوابها میشه چی؟ واهی و قوی نیست. در نتیجه امامت و جانشینی نبوده است، حضرت علی هم نفهمیده است، لذا اقدامی هم نفرمودند. یک توقف کوتاه داشته باشیم، مجددا برمیگردیم خدمت. سلام مجدد. شما میفرمایید که در روز ابلاغ یا در روز قدیر رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی دستور دادند که، یا حضرت علی را معرفی کردند که این میشه جانشین من. من کنت مولا فهد علی مولا. من درس کردم که معنی مولا در اینجا یعنی دوستی، نه جانشینی، به دلیل جمله بعد از این اللهم وال من والاه و عاد من عاده. خدایا با او دوستی، با کسی دوستی کن که با علی دوستی میکند، با کسی دشمن باش که با علی دشمنی میکند. پس اینجا مسئله دوستی و دشمنی است، نه مسئله جانشینی و خلافت. این یک مطلب به نص فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم. و علامه امینی 27 معنی آورده است برای ولی و مولا، ولی یک دلیل نتوانسته از بیاورد و نیست که بیاورد برای کلمه معنای ولی یعنی جانشین و خلیفه. پس بنابراین حضرت علی هم خود نفهمید که بعد از رسول الله جانشین و خلیفه هست به ادله مختلف. این یک دلیل. دلیل دومی که شما آیا سراغ دارید که حضرت علی یا یکی از ائمه به این استدلال کرده باشد که مولا یعنی جانشین و در طول خلافت در طول 30 سال 25 سال خلافت خلفای ثلاثه و 5 سال هم خلافت حضرت علی، در طول 30 سال آیا حضرت علی به این استدلال کردند که من جانشین بودم ولی اینا حق منو خوردن؟ خب نیست. هیچ کدوم از ائمه، نه حسن نه حسین نه ذریه اونها، به این
به روز قدیر به عنوان این که علی جانشین است و منتسب و منتخب من عند الله است استدلال نکردن. پس ما بعد از 1400 سال از کجا فهمیدیم که هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم از من کنت مولا یعنی جانشین و خلیفه؟ سبحان الله. اون زمان همه نفهمیدن، خلفا نفهمیدن، صحابه نفهمیدن، آل بیت نفهمیدن، خود حضرت علی نفهمید، ولی ما بعد از 1400 سال اومدیم میگیم بله مقصود رسول الله، منظور رسول الله یعنی جانشینی. آقا رسولی که این همه فصیح و بلیغ است چرا با یک جمله دو پهلو صحبت کند؟ چرا نفرماید که به هذا علی خلیفتی من بعدی؟ تمام شد، موضوع حل میشه، کسی هم حرفی نداره. پس این هم نه، اونجا در قرآن هم نه، اینجا هم نه. ببینید همون آیه انما ولیکم الله که گذشت در جلسات گذشته بهش استدلال کردیم و گفتیم که دال بر امامت نمیدهد، که برادران این آیه را خیلی علم کردند که در شأن حضرت علی نازل شده. شما بعد از حضرت علی یا خود زمان حضرت علی چه وقت حضرت علی بدین آیه استدلال کرد به عنوان این که ولی بودن و جانشین یعنی این که انسان کرنش کنه بعد زکات بده بعد میشه جانشین و خلیفه؟ و حضرت حسن شما میخواهید جانشین بشید بس اول رکوع کنید، رکوع در حالت رکوع زکات بدهید بعد بشوید چی؟ جانشین. حضرت حسین هم هیچ کدوم از ائمه نه برای جانشینی خود به این آیه استدلال کردند نه هم این عمل را انجام دادند که بشن ولی و جانشین پیامبر. پس این یک صفت ملازم ائمه نبود اگر چنین باشد. شما می‌فرمایید که یک صفتی که جانشین دارد اینه که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حال رکوع این کار میکنن. ما میگیم که معنای راکعون یعنی خاشعون، کاری به حضرت علی و غیر حضرت علی هم نداره، برای همه کس مصداقیت دارد. هر کس که این صفت خشوع و خضوع در نماز داشته باشد میشه ولی. آیات قبل هم باز در رابطه با این صحبت میکند، ولایت و دوستی و اینها. آیات بعد هم لا تتولا باز هم نهی میکند از این که ما غیر مسلمین را چی کنیم به عنوان. بس آیه دوستی است، دوستی است، نه جانشینی. همینجا هم من کنت مولا معنی مولا در روز قدیر یعنی دوستی، و هم در آیه 55 سوره مائده یعنی دوستی. پس در اینجا هیچ نه کلمه جانشین، نه کلمه خلیفه، نه کلمه امام یافتیم که دال بر جانشینی پیامبر باشد. حالا از کجا ما این معنی به ما یاد دادند یا فهمیدند؟ تمام اینها در زمان بعد از حتی خلافت حضرت حسن بود و بعد از در زمان دوره امام باقر و دوره امام جعفر صادق بود که بعضی غلات حول و حوش اینها جمع شده بودند، از همون بقایای سبعیه، از زمان از همون جد خودشان عبدالله ابن سبع یهودی صنعانی که مسئله جانشینی را در آل بیت معرفی کردند و اون فرهنگ را در فرهنگ اسلامی داخل کردند. اینجا حول هوش افراد، لذا امام جعفر صادق بر خود واجب دانست که بگوید ایها الناس از خدا بترسید، چیزی به ما نسبت ندهید که ما نگفته باشیم، چیزی به ما نسبت ندهید که مخالف کتاب الله و سنت رسول الله باشد. داشت این فرمایش حضرت صادق است علیه السلام و رضی الله تبارک و تعالی عنه. پس ما از بزرگان دین یاد میگیریم یا از خودمون یک چیزی از دین انتخاب میکنیم، هرچی که دوست داریم نسبت میدهیم به دین و به اقوال ائمه در حالی که نگفته باشن، و هرچی که دوست نداریم میگم اینها از اینها دور است و نگفتن. یعنی یک مذهب و یک ایده و یک دینی که موجب پسند و رضای خدا نیست و موجب پسند رضای رسول خدا و بقیه اصحاب رسول الله و ائمه هم نیست. از این که ائمه 12 تا بودن یا از این که 120 تا بودن یا از این که بیشتر بودن یا کمتر بودن، ما معتقدیم که زیاد بودن. امامانی در زمان پیامبر بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بودن و تعدادشون هم محدود نیست، صدها افراد صالح که ملقب شدن به امام در آن زمان بودن تا امروز و امروز هم هستند و تا روز قیامت هم خواهد آمد. اما اینکه منحصر باشد به 10 تا یا 12 تا از ذریه حضرت علی بقیه را در بر نگیرد و شامل نشود، هیچ دلیل قطعی برای این مطلب ما نداریم. حالا یک توقف کوتاه خواهیم داشت و مجددا برمیگردیم خدمتتون.
سلام مجدد در آخرین بخش از این جلسه در خدمت شما هستیم. قبلا عرض کردیم که مسئله امامت و جانشینی نص صریحی در قرآن ذکر نشده است، لذا در موضوع امامت ما به قرآن اگر برگردیم هیچ ربطی و هیچ موضوعی در اینجا نیامده است. ما استدلال کرده ایم به آیات یا نقل قول کرده ایم از شما از آیات سوره بقره و سوره نساء و سوره مائده و سوره توبه که انشاءالله در جلسات آینده هم آن را ذکر خواهیم کرد. اما این نکته بسیار حائز اهمیت است که ما بگوییم بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی فهمید که جانشین است و عمل نکرد. اگر که در مسئله اون چه در سقیفه بنی ساعده می گذرد ما بگوییم که حضرت علی می دانست دارن کودتا می کنند یا نمی دانست، اگر بگوییم می دانست، برای که باید بگوییم می دانست، چون که برادران می گویند ائمه غیب می دانند و می دانست که اینها می خوان کودتا کنند، پس چرا نرفت جلوی کودتا را بگیره؟ اگر بگوییم نمی دانست، خب مسئله عصمت از بین می رود. اتفاقا ابوبکر و عمر میدونستان، ابوبکر و عمر میدونستان که الان مسئله خلافت و جانشینی است، چگونه اونها میدونستان و علی نمیدونست و نرفت برای این مسئله کاری بکند، نرفت جلو این فساد عظیم را بگیرد که امت را به تباهی به قول شما میکشاند، غصب را مانع شود و حق خود را اثبات کند؟ خب این سوالی است که باید شما جواب بدید. یا میداند حضرت علی یا نمیداند چه در سقیفه میگذرد، در حالی که ما میگوییم نه علی میداند غیب و نه هیچ کس و حتی پیامبران هم غیب نمیدانند. آیا آمده است که ولا اقول لكم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک؟ نه خزائن خدا نزد منه، نه غیب میدونم و نمیگم که من فرشته ام. این در آیه 50 سوره انعام آمده است. میفرماید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، بگو هیچ کس در آسمون و زمین غیب نمیداند مگر خدا، خداست که غیب میداند. اگر بنا باشد به بنده ای اطلاع دهد، خدا اطلاع میدهد. شما استدلال میکنید بله میشه به آخر سوره جن مراجعه کنید، الا من ارتضى من رسول، غیب نمیداند مگر کسی که خدا بخواهد او را مطلع سازد. خب من ارتضا من رسول نه من امام، حالا اگر امام سه، اگر خدا بخواهد از امور غیبی چیزی به فرستاده های خود خبر دهد، به پیامبران خود خبر میدهد. حرف تضادی هم نیست، امکان نکردیم خیلی از امور غیبی خداوند به پیامبرش خبر داده، پس خدا خبر میده، اما به ذاتیه رسول الله غیبی نمیدانند. در نتیجه زمانی که رسولان غیب ندانند، بعد از رسولان از باب اولا کسی غیب نمیداند. به دلیل همین دیگه، به دلیل همین اتفاق، آقا در سقیفه بنی ساعده داره کودتا میشه و حضرت علی نمیدونه. خب این چه امامیه که غیب میدونه اما اینجا به غیبش به کار نمیبره؟ اون از قدرت الهی لایتناهی که شما بهش نسبت میدید که همه ائمه دارن و خداوند در اختیار اونها گذاشته، از اینجا حضرت علی از غیب خودش و از قدرت خودش استفاده نمیکنه. آیا در اینجا باید حضرت علی ملامت شود یا نشود؟ اگر که منصب الهی را دو دستی تحویلش دادن و استنکاف کرده، خودداری کرده و نگرفته و میدانسته که ابوبکر و عمر و بقیه صحابه در سقیفه بنی ساعده دارن کودتا میکنن و هیچ ساکنی را حرکت نداده است یا هیچ عکس العملی نشان نداده است، پس در اینجا حضرت علی مقصر اول خود اوست. باز از حضرت علی ما بپرسیم چرا نرفتی جلوی کودتا بگیری؟ چرا جلوی اینها نگرفتی؟ شما که میدانستی با اون علم غیبی که خدا بهتون داده اینها دارن چیکار میکنن و میدانستی که امت بتا... پس بنابراین این چنین نبود، نه غیبی بود نه هم حضرت علی میدانست که جانشین است از طرف خداوند، و الا تقوای حضرت علی اجازه نمیداد که دیگران کودتا کنن و این مقام الهی را از وی سلب کنن و بگیرن. اتفاقا اگر بنا بود که حضرت علی همچون نظری نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان داشت که اینها غاصبند و قاتلند و فلان، نباید با اینها همکاری میکرد. همکاری با کفر، همکاری با ظلم یعنی چی؟ همکاری با ظالم یعنی چی؟ یعنی ظلم.
و این حضرت علی است که به فرزندانش یاد می‌دهد که جلوه ظالم را بگیرید و به نفع مظلوم حسابت کنید و بپردازید. پس بنابراین در اینجا چگونه میشه خود حضرت علی ولیعاذ بالله کمک به ظالم کنه؟ کمک به ظالم میکنه، دختر بهش میده، عرض شود که شوهر بهش میده، جانشینش میشه، دوبار در مدینه جانشین عمر شد در مدینه حضرت علی. بعد عرض شود خدمت شما زمان ابوبکر هم، زمان پیامبر هم، حضرت رسول صلوات الله تعالی و سلام علیه به اینها اجازه میده که پیش نماز بشن و حضرت رسول حضرت ابوبکر را امیرالحاج مکه میکنه، بعدم نهایتا اینطور از آب در میان. آدم های ظالم و هر شود که قاتل و کودتاچی، این چه منطقیه، این چه فکریه؟ نه به پیامبر میخوره این تهمت، نه به علی میخوره این تهمت. پس هر دو، هم پیامبر و هم علی، از تهمت این که میدانستن هول و هوش اینها کیست و چیست و چه کاره هستند و آدم های بدی هستند و میدانستن و آنها را تایید کردن، هم خدا رسولش را از این کار آگاه نساخته است. اگر بنا باشد ما بگوییم که رسول الله افراد را شناسایی کرده و میشناخته، اما چی؟ عکس العمل نشان نداده. حول و حوش یک افراد آدمهای ظالم و غاصب جمع شدند و اینا را معرفی نکرده. آقا من میبینم و اینها حکومت را غصب میکنن، اینها کودتا میکنن، مواظب اینها باشید. نه رسول الله فرمود، نه حضرت علی از علم غیب خود استفاده کرد و جلوی اینها را گرفت. پس همه میشن مقصر و همه دست تو دست هم گذاشتن. این واقعیت ندارد، این یک سناریوی مضحک است. حقیقت امر آن بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین افراد را ابوبکر و عمر و عثمان و علی معرفی کرده و اینها بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خطه و نقشه رسول الله را تکمیل کردند و اینها جز زجر و زحمت و گرفتاری چیز دیگر متحمل نشدند. چه عاقلی میآید جهنم را برای خود میخرد برای اینکه هیچ به دست آورد؟ جهنم را برای خود خریده برای اینکه نه مقامی، نه قصری، نه پستی، نه فرزندی را معرفی کند بعد از خودش؟ آخه این چه فرهنگ، این چه فکری است، این چه مغلطه است که ما در حق این بزرگان داریم انجام میدیم؟ در حقیقت اون چی که اتفاق افتاده است عین ثواب بوده. بهترین افراد بعد از رسول الله ابوبکر و عمر و عثمان بودند و دوران خلافت اونها هم بهترین دوران بوده. 1400 سال بعد از عرض شود که رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بعد از هجرت او، خلافت اونها زبان زد خاص و عام هستش، نه درگیری داخلی بود و همه فتوحات اسلامی انجام گرفت و خدا به اونها توفیق داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.